بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات گذشته جلد اول آموزش ترجمه مفاهیم قرآن کریم رو در طی 4 فصل آموزش دادیم. فصل اول توحید، فصل دوم نبوت و وحی، فصل سوم قرآن، فصل چهارم ولایت و حاکمیت خدا و عوامل او، انبیا. و در طی این 4 فصل و 16 درس واژه‌ای که خواندیم از قرآن با اون چه تکرار اونهاست شامل 49,000 کلمات قرآنه از 78,000، یعنی 65% کلمات قرآنه. رمز توفیق در این روش همینه که ما به قواعد کم می‌پردازیم، به فهم معنای کلمات، اونم کلمات پرکاربرد. در کتاب دوم که امروز شروع میکنیم، در طی 4 فصل، فصل اول قیامت، فصل دوم ایمان، فصل سوم کفر و شرک و الحاد، فصل چهارم تقوای الهی، و در طی این کتاب دوم حدود 12,000 کلمه با تکرارش یاد میگیریم و میزان توفیق ما در آشنایی با کلمات قرآن به 78,000 کلمه میرسه، 78% کلمات. درس اول وقوع قیامت، که از قیامتی هست باور ایجاد میکنه که یک ضرورت عقلی است که اگر جهان و هستی خدا داره، خدا هم حکیم است و عالم و مهربان و بیدار و آگاه، نمیتونه بر این هستی به این وسعت هدف تعیین نکنه. هدف غایی از خلقت انسان و هستی اون معاد جاودان است و زندگی زیبای ابدی است. درس اول و فصل اول وقوع قیامت رو بیان میکنه. آیاتی که آوردیم یه مرتبه میخونیم ببینیم چه مقدارشو با اطلاعات از کتاب اول گرفتیم میفهمیم. فقط آگاه خودمون از میزان تواناییمون در ترجمه عبارات است. ذهنی اون هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دو، الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. سه، کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. 4، الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. 5، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعت شیء عظیم. 6، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. 7، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. 8، قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. 9، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. 10، و اذا قیل ان وعد الله حق و ساعت لا ریب فیها. فعالیت دوم پرداختن به جدول بود. سیر کنیم ببینیم چقدر واژه جدید داره، دو سه مرتبه مرور میکنیم
و اگر اونطور که ما توصیه کردیم دوستان دو نفری با هم باشن، با هم مباحثه کنند و با هم بخونن، اصلا سوال کنن، بازده بهتر خواهد بود. واژه آشناش زلزله، همون زلزله فارسی، ما میگیم زلزله، زلزله. قیامت همون قیامت. واژه جدیدش ادا، زمانی که، هنگامی که. از ساعه، این ساعت الف لام داره، این ساعت قیامت، این روز قیامت، این زمان قیامت. بعث، رستاخیز، برانگیختن، زنده شدن. خسرو، زیان رساندند. خلقنا، خلق کردیم، آفریدیم. که ماننده، یک که داشتیم ضمیر بود، این تو، این که، این ماننده. کتبه، واجب کرد، نوشت. کنتم، بودید یا می باشید. نفس، خود، فرد، جان، خود نفس معنا میشه. یجمع و جمع میکند. با این تعداد واژه میتونیم تمرین ها رو به ترتیب انجام بدیم با دقت و علاقه. یادتون باشه عرض کردم اصول یادگیری یک تدریج، دست به دست، تعداد معدود واژه و بعدم تکرار و تمرین و بعدم تداوم. تمرین یک، کدام گزینه صحیح است؟ ان، ادا، که. الف این که، ان این که، ادا اگر، که تو. خب که تو داشتیم، حالا بره ملاحظه کنید، ان اگر. اونه که این که بود، انه و انه، ان، انه، انما، اینا اینه که، یا این که. ان این اگر، حرف استفهامه. ادا هنگامی که، زمانی که این ماننده، پس بدرسته. از ساعه، بس نفس. قیامت درسته، بس رستاخیز. نفس جان، هر سه درسته، به چرا غلطه. زمان، بس برنگیخ، برنگیخ فعله، بس مصدره، برنگیختن، انگیزش. نفسم جان درسته، پس غلطش همون برانگیخته که اسم فعل معنا کرد. ما هم عرض کردیم خدمتتون اینا رو برای پاسخگویی پاسخ ندید، برای فهم پاسخ بده. ببینید چرا غلطه، خودش یادگیری است. سه، ترجعون زلزلت کنتم، بازگردانده میشوید، درسته. زلزله درسته، کنتم شما نه، کم شماست. کنتم چیه؟ معنی به بودید، پس به درسته به خاطر همون کنتم. چهار، خلقنا ریب یجمع، خلق کردیم، درسته. ریب شک، درسته. یجمع جمع میکند، درسته. به چرا غلطه؟ خلق کرد ما را، نه، اون میشه خلقنا، اینجا خلقناست. ریب شک و تردیدش درست. یجمع جمع شد، نه، یجمع جمع میشود. چهار، خلقنا ریب یجمع گفتیم. پنج، خسرو کتب شفاعت، زیان کردند، نه، خسرو زیان رساندند. کتب نوشتن، نه، نوشت. شفاعت هم اینی به صداد شفاعت. به درست، زیان رساندن درسته، پس یک و دوش غلط بود. زیان رساندن، کتب نوشت یا واجب کرد، شفاعت هم شفاعت. بخش به تمرین یک، کدام عبارت گزینه صحیح است؟ ملاحظه کنید، هنگامی که گفته شد قطعا وعده خود حق است. علا، علا هنگامی که نیست، ازاست. پس به درسته به همین قدر بسنده نکنیم، چون آموزشی است. علا، آگاه باشید، ان وعد الله حق، که هنگام ان قطع از که نیست، این دو خطا. پس به درسته ازا قیل ان وعد الله حق، هنگامی که گفته شد قطعا وعده خدا حق است، به درسته. دو، سپس جمع می کند شما را در روز قیامت، که نیست، شکی دارم. ثم سپس یجمع اکم الى یوم القیام الارب، این درسته. به چرا غلطه؟ لا یجمع انکم، لا این قطعا، بنابراین به غلطه. یجمع انه تأکید اون نداشت، بنابراین الف درسته، به خاطر که با ثم شروع شده. به غلطه چون با لا تأکید شروع شده. سه، او زنده می کند و می میراند و به سوی او بازگندانده می شوید. قل لله، قل نداشت که او، پس معلومه غلطه.
یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم. به درسته هو یحیی، او زنده میکند و یمیتو که هم دیگه نداشت تو عبارت و میمیراند و الیه به سوی او ترجیح بازگردانده میشوید. به درست بود. چار، تقوای پروردگارتان پیش کنید. قطعا زلزله روز قیامت چیزیست بزرگ، حادثیست بزرگ. الف و تقو یوم من ترجعون فیه الالله. ب اتقو ربکم، پروردگارتان را عبارت بود تقوای پروردگارتان را. پس به درسته به خاطر که رب آورده تقوای پروردگارتان پیش کنید، قطعا زلزله قیامت حادثی بزرگیست. پنج، کسانی که زیان رساندن به خودشان پس آنها ایمان نمی آورند. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. ولکن اکثر الناس، را معلومه دیگه، ولکن اکثر الناس معنیش چی میگه؟ ولیکن، ولی اکثر مردم ایمان لا یعنی نمی دانند. خیلی پرت مشخصه که خیلی غلطه. پس الف درست. توصیه میکنیم برای تمرین ها وقت گذاری کنید. اینجا صرف جوی وقت خوب نیست. چرا غلطش ور بدید که یادگیری بهتر حاصل بشه. تمرین دو، تمرین یک، صحیح عبارت و علامت بزنید. یک، وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِي. الف، و تقوای الهی پیش کنید در روزی که باز میگردید در آن. باز میگردید معلومه قطعا غلطه. بشی پروا کنید از روزی که بازگردانده میشه. ترجعون مجهوله، در عبارت اول معلوم آورد بازگردانده میشوید در آن. اتقوا، خاطرتون باشه. اتقوا الله یعنی تقوا خدا پیش گیرید. این مراقب فرامین رو باشید. نگید از خدا بترسید. خدا ترس نداره. ذاتش رحمت است و مهر. دوست داشتنی است خداوند. از عظمتشان نگرانه که اگر نافرمانی کنه ممکنه تنبیه بشه و عذاب بشه. پس ما از عذاب خدا میترسیم. از روز قیامت میترسیم. پس وقتقو یا من مانع نده بگیم بترس از روزی که. پس اتقو رو برای خدا میگیم تقوای خدا پیش گیرید، نمیگیم بترس از خداوند. ولی اینجا مناسب تره که بگیم پروا کنید و بترس از روزی که بازگردانده میشوید. دو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر میباشید در شک از رستاخیز، درسته. ب، قطعا، قطعا نیست، ان اگر بود. پس این غلطش. شما در شک هستید، کنتم میباشید، شما نداره دیگه. پس الف درسته، ب غلط، چون قطعا آورد. سه، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد. خلق نکرد شما را. خلقکم که نبود، پس غلطه. خلق نکرد شما را و برانگیخت شما را، هر دو غلط. ما خلقکم، نیست آفرینش همه شما و نه رستاخیز شما مگر مانند آفرینش و رستاخیز یک نفر، کنفس واحد. پس به درست. کتب علی نفس رحمه. الف، واجب کرد بر فرزند شما رحمت و مهربانی را. نه، علی نفسهی، خداوند واجب کرد بر خودش رحمت را. به همین دلیل میگیم اتقوا الله، نگید از خدا بترسید. چرا؟ خدا رحمت به خودش واجب کرده. ذاتش رحمت، ترس نداره. عشق باید به خدا ببرزیم ولی از عذابش بترسیم. پنج، الله یحییکم ثم یمیتکم، خداوند زنده میکند شما را و سپس میمیرد شما را. باید درست باشه. به چرا غلطه؟ پس پروردگار پروردگاری نبود، رب نداشت. زنده کرد، نه زنده کرد ماضیه، یحیی مضارعه. میمیراند درسته. پس تو غلط بود در ب، الف درست بود. تمرین سه، مقدمه تمرین پنج، همون عبارات متن درس رو تقطیع کردیم که کوتاه‌تر بشه و ساده‌تر. آماده باشید برای ترجمه نهایی. ملاحظه کنید، وَتَّقُوا یَوْمًا، بترسید از روزی که. اینجا ما نمی‌گیم بترسید، پروا پیش کنید از روزی که، یعنی همون بترسید. ترجعونه مجهوله، بازگردانی میشید فیه در آن، یعنی در اون روز. ان وعد الله حق، قطعا وعده خدا حق است. چهار، اکثرهم لا یعلمون، اکثر اونها نمیدانند. پنج، یجمعکم، جمع میکنه شما را الی یوم القیامه. این الی که معنی بسوی است، اینجا معنی فی میده. جمع میکنه شما را در روز قیامت. الی را معنی فی میکنیم.
جمع میکنه شما را، در فارسی میگیم در، در قرآن میگیم الا. ان کنتم فی ریبن، اگر میباشید در شک و تردید، فانا خلقناکم، پس قطعا ما، فانا سه کلمه است، ف یک، ان دو، نا سه، هش، ما خلقکم ولا بعثکم، خلق مصدر یعنی آفریدن، بس زنده کردن، برانگیختن، نیست خلقت شما و نه انگیزه و رستاخیز شما، بعثت شما. نه، قطعا خداوند شنوای بیناست. ده، اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتان رو پیشه کنید. کتب علی نفسی، واجب کرد و مقرر کرد بر خودش. دوازده، الذی خسروا انفسهم، کسانی که زیان رساندن بر خودشان، زیان رساندن نه زیان کردن، متعدی است، مفعول داره. سیزده، و ساعتو لا رب فی، ساعت قیامت، روز قیامت نیست شکی در آن. لله شفاعت جمیع، برای خداست شفاعت همگیش، همگی شفاعت برای خداست. این موارد است که اگر جمیع رو قبل من کنیم بهتره. لله شفاعت و جمیع، برای خداست همگی شفاعت، بهتره این که جمع رو قبل شفاعت من کنیم. خب تمیز سه دیگه ساده تر، تمیز چار، عبارات گفتیم جفتی داره ولی ترجمه درست کردیم، از روی ترجمه میفهمیم چی جا افتاده و کس داره. ملاحظه کنید کلمات و عبارات که باید جایگزین کنیم بالا نوشته دیگه، لحال هم، لحال حق، کلوشه، کلو نفس، النساء و الله ترجعون. یک، الالله مرجعکم و هو علا، ببینیم ترجمه چیه، بسو خداست بازگشت شما و او بر همه چیز، یا همه چیز خالیست، کلوشه قدیر می خودش هست، تواناست، پس کلوشه جاش اینجاست. دو، این چند نقطه حق، این که وعده خدا حق است، این وعد الله حق، وعد الله میاد اینجا و این ساعته میاد اینجا، لا ربه. پس کلمات گفته شده، جاش خالیست، از معنا میفهمیم چه باید جایگزین کنیم. سه، هو الله لا اله او، او خداست که نیست معبودی جز او، برای اوست حمد و صدایش، لحال حمد، و برای اوست حکومت، و لحال حکم، اینجا جایگزین میشه، به سوی بازگردان میشه، الیه ترجعون، که آورده خودش. چهار، معنا رو نوشته کنید، هر فردی چشنه مرگ است، کل نفس ذائقه الموت، کل نفس آورده میشه اینجا. پنج، له ملک السماوات و الارض ثم الیه، چند نقطه به ترجمه ملاحظه کنید، سپس به سوی او بازگردانیده میشوید، ترجعونه آخرین کلمه که در متن آمده شده. با این تمرین چهارگانه شما خوب میتونید همون متنی که اول با هم خوندیم و ملاحظه فرمودید که بخشش رو ناشنا بودید، الان دیگه خوب موفق میشید به ترجمه هش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، پروا پیش کنید، بترسید از روزی که بازگردانده میشید در آن به سوی خداوند، این امروز قیامت. دو، الله لا اله الا هو، نیست خداوندی که، الله خداوندی که نیست معبودی جز او، پس الله رو میگیم خداوندی که، یکی اضافه میکنه، نیست معبودی جز او، لیجمعنکم، سه کلمه است، لیجمعنکم، قطعا جمع خواهد کرد خداوند شما را، الی یوم القیامه، الی رو گفتیم فی معنا میکنید، در روز قیامت، لا ریب فی، نیست شکی در آن. سه، کتب علی نفسه رحمه، واجب کرد تو پرندس خداوند بر خودش رحمت را، لیجمعنکم، قطعا جمع خواهد کرد شما را، الی یوم القیامه، الی رو فی معنا میکنید، در روز قیامت، لا ریب فی، شکی نیست در آن. الذین خسروا انفسهم، کسانی که زیان رساندن به خودشان، فهم لا یؤمنون، پس آنان ایمان نمی آورند. چهار، الا آگاه باشید، ان وعد الله حق، وعده خداوند حق است، فلاکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثر اونها، بیشتر اونها نمی دانن حقیقت رو. هو یحیی و یمیت، او زنده می کند و می میراند، و الیه ترجعون، و به سوی او بازگردانده می شوید. پنج، ای مردم، تقوای پروردگارتان را پیشه کنید،
قطعاً زلزله روز قیامت حادثه است با شیء عظیم، پدیده و حادثه است بزرگ. شش، ای مردم اگر می باشید در شک از برنجختن و زنده شدن بعد از مرگ، فانا پس قطعا ما خلقناکم من تراب، خلق کردیم شما از خاک. اینجا چرا تعجب نمی کنید؟ اگر با این واقعیت مواجه هستید و هستی خودتونه، باید باور کنید در خور قدرت خداوند هست که شما رو بعد از مرگ زنده کند. قدرتش مطلقه، وعده هم فرموده. هفت، ما خلقکم، نیست آفرینش شما، خلق مصدر اسمه، نیست آفریدن یا آفرینش شما، ولا بعثکم، نه برانگیختن و زنده کردن شما در روز قیامت تو پرانداز، الا مگر که نفس مانند نفس واحده، خلق کردن و زنده کردن یک فرد، اون دیگه تو پرانداز. قطعا خداوند شنوای بیناست. هشت، بگو برای خداست همگی شفاعت، جمعی رو قبل شفاعت معنا میکنی بهتره. بگو برای خداست همگی شفاعت، برای اوست فرمان روای آسمان ها و زمین، سپس به سوی بازگردانده میشوید. نو قل الله، بگو خداوند یحییکم، زنده میکنه شما را، ثم سپس یمیتکم، میمیرن شما را، ثم سپس یجمعکم، جمع میکنه شما را، الی یوم القیامه، در روز قیامت. باز الی فی معنا میکنه، لا ریب فی، نیست شکی در آن، ولی اکثر مردم نمیدانند. آخرین عبارت، ودا قیل ان وعد الله حق و صاد لا ریب فی، اون هنگامی که گفته میشود یا گفته شد قطعا وعده خدا حق است و ساعت قیامت شکی در آن نیست که آمده نیست. خب به این ترتیب درس رو مرور کردیم، انشاءالله با توفیق شما هم را باشه. زبان قرآن هم نکته جدیدی که به عنوان قاعده میگیم خیلی کم و مفید و شیرین و به موقع، اون زمین است. ما گاهی به جای اسم که میگیم الله خلقکم، زمین میگیم هو خلقکم. الله الذی، خدا کسی است که هو الذی، او کسی است. این هو به جای اسم نشسته، بهش میگن زمین. این زمین ها گاهی مستقل میاد و منفصل جدا از کلمات قبل و بعدشون، و گاهی هم متصل به کلمه بعدشون میاد. اگر متصل بود میگن زمین متصل، اگر جدا بود میگن منفصل. در این درس چند زمیر منفصل میخونید؟ هو، هما، هم، انا، من، نحن، ما. درس بعد هم بقیهش رو میخونیم که مخاطبه انت، انتم، انتم، که تکرار خواهیم کرد. خب تمیم که داده شده ملاحظه کنید، انا رب بکن، انا زمیر منفصل، من پروردگار شما هستم، کم چسبیده بره، انا زمیر منفصل، کم زمیر متصل، برهان من ربکم، باز کم زمیر متصل، انزل علیکم، علیکم، کم زمیر متصل، فهم، هم زمیر منفصل، هم جدا میشه هم غیر جدا میاد، و من آیاتی، آیاتهی، هی زمیر متصله، او، خلق کم، کم زمیر متصل، لها، ها زمیر متصل، هو الله، او خداست، هو الله الخالق، هو زمیر منفصل، یهدی لد هیه، مثل هو، مانس هو است، هو او مذکر، هیه او مانس، پس هو زمیر متصل مذکر، هیه زمیر منفصل مانس، هر دو منفصل، نحنو نظر نزدکر، نحنو ما زمیر منفصل، پس انا، نحنو، هو، هما، هم، اینا زمیر منفصل، تا بقیهش رو هم دست بعد خواهیم داد انشاءالله. این بخش معارف رو هم یه مرتبه با دقت بخونید، جنبندی محتوای معنای ده عبارت است که حضورتون عرض کردیم. از کردم خدمت عزیزان که مخاطبین ما و قرآن آموزان ما که علاقه دارن اگر فراغت بیشتر داشتن به ترمین آزاد بپردازن، اگر نپرداختن جزء بودجه درس ما نیست، باز بعد تکرار خواهد شد. این واژه ها جزء بودجه ما نیست، فقط برای وزیرگی بیشتری است، لذا ما میپردازیم برای هم عزیزانی که وقت بیشتری میگذارن. من ترجمه میکنم، دقت کن. یک، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، قطعا تو جمع کننده مردم هستی
لیومن در روزی که لا ریبه فی نیست شکی دارم ان الله لا یخلف میاد قطعا خداوند تخلف نمی کند وعده را وعده داده انجام میده. دو فکیفه لا جمعناکم لیومن لا ریبه فی پس چگونه است حال و وضع شما زمانی که جمع کردیم شما را در روزی که نیست شکی لیومن میگیم در روزی که لا ریبه شکی نیست در آن در وقوعش سه اننی قطعا من انا الله خودم خدا هستم لا اله الا انا نیست معبود جز من انا ضمیر منفصل فعبد نیست پس بندگی کنید مرا یه ضمیر متصل و اقیم صلاح داده که به پا بر نماز رو بر یاد من او یه ذکری ضمیر متصل ان ساعت الله آتیتون قطعا روز قیامت زمان قیامت ساعت قیامت آتی اسم فاعل آمدنی است چار و قطعا ساعت قیامت آمدنی است نیست شکی در آن و این که خداوند ان این که این که خداوند برمی انگیزد زنده می کند هر آن کس را که در قبرها هستند پنج سپس قطعا شما بعد از آن حتما مردگانی هستید یعنی می میرید ثم انکم سپس قطعا شما در روز قیامت تبعثون برانگیخته خواهید شد شش ان ساعت لا ریب فیه قطعا ساعت قیامت نیست شکی فیها در آن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولی اکثر مردم نمیدانن این حقیقت رو هفت خداوند کسی است که نازل کرد کتاب را به حق و میزان و ملاک و سنجش و ما یادی که چه میدانی تو لعل ساعت قریب چه بسا ساعت قیامت نزدیک باشه چون ما وقت مرگ فرا میرسه قیامت ما شروع میشه عالم برزخ یک صحنه از قیامت خواهد بود ورود به قیامت خواهد بود این نزدیک است هشت یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق عجله میکنن به آن یعنی به آمدن قیامت کسانی که ایمان ندارن با میگن برو بابا بگو وعده خدا بیاد بگو عذاب بیاد چی میگی قیامت هست بی پروان چرا ایمان ندارن چرا علم ندارن چرا دقت نکردن چرا نمیخوان بدونن نمیخوان به حق اعتراف کنن والذین آمنوا مشفقون منها و کسانی ایمان دارن نگرانن از آن ایمان دارن دلبسته خدا هستن چشم دوختن به وعده خداوند ولی خیلی اعتماد به خودشون ندارن متواضعن در قیام خدا حضور دارن اعتراف به گناه خودشون دارن و نگرانه که نکند خدای نکرده عذاب گرفتار عذاب بشن پس کسانی که ایمان دارن مشفقونه نگرانن منها از وقوع قیامت و یعلمون ان الحق و میدانن این که آن که روز قیامت از حق است یعنی آمدنی است نه الا آگاه باشید قطعا کسانی که شک می کنند در روز قیامت حتما در گمراهی دور از حقیقت هستند خیلی با حقیقت فاصله دارند ذالک الیوم الحق آن روز روزی است حق و تحقق یافتنی پس هر کس بخواهد این که بگیرد به سوی پروردگارش بازگشتگاهی یا راشنی مقدمات پیروزیش رو در روز قیامت فراهم کنه خب این بود دست اول ما از کتاب دوم با امیدی که آماده باشید برای ادامه کار با امید دیدار بعد خدا حافظ شما السلام علیکم و رحمت الله و برکات اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد